میخوای خود به خود یه ذره از کارشناسی هم بگونم باحال. کارشناسی به من کنکوری که دادم، کنکور کارشناسی سال 97، واقعا اینقدر فشار مدرسه زیاد شده بود اصلا این برام مهم نبود چه اتفاقی میفته، کجا قبول میشم، اصلا چی میشه، اصلا برام مهم نبود. فقط سایت انتخاب رشته که باز شد هر چی تهران بود زدم، بعد گفتم خدای قم بزنم یا قزوین. یکی بهم گفت یعنی اولویت فاصله بود، یعنی می‌خواستی نزدیک بشی. خب بعد یکی بهم گفتش آقا بچهای قم و قزوین و سمنان چون به تهران نزدیکن، جزو یه ناحیه حساب میشن حالا نظر سازمان سنجش، بهشون خوابگاه نمیدن. گفتیم خب اگه خوابگاه نمیدن خب ما کنم جنوب شهره، خب به قم نزدیک تر میگه بریم قم. بعد نمیدونستم قم چه خبره، خب حالا شهرش مذهبی دانشگاهش که همون نمیکنه، خلاصه یه چیز زدیم قم. شانس هم از بین 43 تا تهران که ما زده بودیم هیچ چیش قبول نشد، رفت 44می مهندسی معماری دانشگاه قم. بعد روز اول رفتیم دانشگاه قم، تو مسجد ثبت نام بود با بابام با خانواده ای رفتیم. یعنی چی تو آها توی ثبت نام نمازخونه دانشگاه؟ نه تو مسجد دانشگاه، مسجد گنده داشت. آره تو مسجد ثبت نام اونجا. بعد برای شروع عالیه واقعا، برای روز اول دانشگاه عالی. یه چیز عجیبی کفشو در آوردیم، کفشداری تحویل دادیم، رفتیم تو من و بابام. بعد من از همون اول برام سوال شد خدای دخترا کجا، دبیرستان تموم شده بود، یه فرقی بکنه. ولی میگم حالا من هی داشتم شک میکردم به داستان که چی شده، بابام هی داشت خوشحال تر میشد. خوبه بچه میره اینجا قشنگ درسشو میخونه که به هدفش هم رسید. اونجا و چجوری با ما آشنا شدی؟ با شما ببین همه چی از نقشه فرار شروع شد، یعنی اونجا شرایط سخت بود که تصمیم گرفتم اونجا فرار کنم. منتها شانس بعد من خورد به دوران کرونا، و یعنی اگه دوران کرونا نبود من اومده بودم خارجم نگار شده بودم دیگه. آها تو آرسی اومدی خارج و برگشت؟ آره برگشتم، یعنی بهم اجازه نداد که بمونم مدیر گروه. ترم چند انتقالی گرفتی؟ ببین من ترم 5 اومدم پیش شما دیگه، یه ترم فقط اونجا بودم. آره بعد برای 6 رفتیم درخواست دادیم، انقدر اونجا شرایط بد بود تو قم. ما روز اولی که رفتیم سر کلاس 23-24 نفر بودیم، روز آخری که رفتیم طرحمون رو تحویل بدیم فکر کنم هولوش نفر طرح تحویل بدیم در نهایی. همه یه جوری فرار کردن، یکی انصراف داد، یکی دانشگاه شما به دانشگاه ما هم بچه‌ها بودن دیگه، دو سه آره دو سه نفر دیگه هم بودن. خلاصه اونجا دیگه بعد وقتی اون کشیدیم و ولی خب از این طرف جبرانش کردم دیگه. بعد کی شروع کردی برای کنکور؟ کی اصلا راجع به کنکور ارشد تصمیمت گرفتی و جدی تر شد؟ و ببین من اوایل بهش فکر کرده بودم به ارشد خوندن، اینم برای اینکه مثلا بابت بحث مهاجرت و اینا بهم گفته بودن که خیلی راحت تره. اول اصلا میخواستم کاری برم دنبال مهاجرت، بعد گفتن سخته تحصیلی آسون تره، افتادم به فکر ارشد خوندن. اولش هم فکرم در مورد معماری انرژی بود، چون انرژی خب الان خیلی خواهان داره، نه در ایران، کلا در سطح جهان به خاطر بحران انرژی که هست خیلی خواهان داره تو زمینه ساختمون. فکرم اون سمتی بود. بعدن دوران کرونا شد و دوران کرونا من رفتم توی شرکتی کارآموزی و اون دوران کارآموزی به کارهای نقشه کشی و کارگاهی و اینا گذشت، که فهمیدم خیلی بیشتر به کار ساخت و ساز علاقه دارم تا بخوام مثلا کار هنری معماری انجام بدم. از اونجا شروع شد که به موضوع ساخت و ساز علاقه پیدا کردم. موقع هنوز دانشجو بودی؟ یعنی آره ترم هنوز ترم ببین دقیقا همون ترم 5 که خوارزمی بودم من سر کارم میرفتم کارآموز همون شرکته بود، به موضوع ساخت و ساز و اینا علاقه مند شدم، گرایشه رو عوض کردم، رفتم دنبال یه گرایشی. یعنی از ترم 5 که وارد به شرکت شدی که کار کنی، آره. تو ذهنت بود که میخوای ارشد بخونی و احتمالاً انرژی میخوای؟ دقیقاً آره. خب بعد که اون فرآیند 6 ماهه کار کردن و کارآموزی گذشت، دنبال بودم که یه گرایشی پیدا کنم به ساخت و ساز نزدیکتر باشه. چون میدونستم مثلا تو اون دوره هم که شرکت بودم خب کار دفتری میکردیم دیگه، کم پیش میاد تو کارگاه بریم. میدونستم اگر قرار باشه حالا ارشدم مثلا معماری بخونم یا یه رشته دیگه که تو فاز طراحی باشه بخونم، باید همینجوری تو نیروی دفتری باقی بمونم. آره طراحی. و آدمی نبودم که اینجوری باشه، دوست داشتم وارد فضای کار بشم. من چند تا عکس دارم، ما مغازه خودمون کار می‌کردیم، دستم تو آرنج تو سیمانه. کار این مدلی دوست داشتم. برای همین گرایشه‌اش رفتم در موردش تحقیق کنم که گرایشم عوض کنم بابت ارشد خوندن. ولی خلاصه دوران کرونا تموم شد، دیگه من افتاده بودم، یعنی به این نتیجه رسیده بودم که می‌خوام مدیریت پروژه ساخت کنم. خب این چیزه، یا وقتی که شروع کردی تصمیم گرفتی برای ارشد خوندن، اولا که خب احتمالاً خیلی ربطی به اون مطالبی که تو دوره کارشناسی یاد گرفتی نداره، خود کنکوره و اینا، همون ترم 8 که می‌خواستی فارغ التحصیل بشی خوندی یا نه وایسادی یه سال گذشت و اینا؟ نه ببین من اول از همه ترم 8 که کرونا تموم شد برگشتیم دانشگاه و رفتیم خوابگاه، اون موقع کنکور 1401 کنکور ارشد 1401 اردیبهشت برگزار میشد. من به خودم گفتم که ببین من بالاخره میخوام مدیریت پروژه بخونم. یه کتاب مدیریت پروژه هم گرفته بودم، مبانی مدیریت پروژه، اونو همینجوری در طول خوابگاه ورق میزدم. بچهای خوابگاه هر موقع بیکار میشدن اونا میرفتن ورق بازی میکردن، من میشستم کتاب ورق میزدم. بعد خلاصه همون ورق زدن اون کنکور 1401 ارشد و من همینجوری آزمایشی ثبت نام کردم، رفتم سر جلسه اصلا ببینم
چه جوریه آره داستان چیه. تابستونش بود جواب اومد رتبم شده بود 144 یا همچین عدد. بعد میدونستم که مدیریت پروژه ظرفیتش خیلی کمه، 36 تا ظرفیت روزانه بیشتر نداره، 4 تا دانشگاه فقط هم تهران 36 نفر. میدونستم یا نباید بخونم یا اگه میخوام بخونم باید جدی این کارو انجام بدم. که اون رتبه 144 با خودم گفتم من نخونده تقریبا رفتم سر امتحان، 3 تا درسو که اصلا نخونده بودم، یه درسم که مدیریت بود همینجوری ورق زده بودم، پس شدنیه اگه بخونم میشه. آره دقیقاً. بچه‌ها سر هم 144 می‌خواستن از من شیرینی بگیرن، گفتم آقا 36 نفر قبول میشن من چرا باید به شما شیرینی بدم. دقیقاً همون روزی که رتبه 144 اومد من تصمیم جدیمو گرفتم که برای سال بعد، برای سال بعد، پس سال دومه در واقع. دقیقاً سال ببین سال دومو بخوای حساب کنی از نظر کنکور دادن آره، ولی خب ولی منطقش سال اولی که تو نشستی، کنکور اولمو آزمایشی دادم آره، نخونده رفتم سر جلسه. من بیشتر میدونی برای چی میپرسم اینو؟ چون بچه‌ها وقتی میخوان کنکور بدن خیلی هستن که حالا مخصوصا دخترها، چون ما پسرها معمولا به خاطر سربازی بعدمون نمیاد طولش بدیم مثلا دو ترم بعد، ولی دخترها معمولا اینجوری ان که میخوان تو بعد همون دوره‌ای که دارن طرح نهاییشون رو تو دوره کارشناسی میدن کنکورم بدن. به خاطر این خیلی از منم سوال میپرسن که آقا ما مثلا داریم میخونیم سخت شده فلان شده، میخواستم هم در تو تجربه چجوری. حالا جدا از این که چه دوره گذشته و چیا خوندی توی اون دوره، اگه میتونی یه مقدار راجع به کنکور هنرهای ساخت و کنکور معماری که مثلا چه تفاوتایی دارن، چه زیرشاخه‌هایی با هر کدوم هست. حالا من راجع به معماری یه بار صحبت کردم، یعنی راجع به کنکور معماری چه مطالبی توش میونه، بیشتر میخوام تمرکزم رو همون هنرهای ساخت که چون مثلا بچه‌ها میپرسن راجع به انرژی تکنولوژی و اینا، اگه مختصری بگم. فقط قبلش در مورد چیزه بگم، در مورد این طرح نهایی که گفتی، حالا واقعا هم دغدغه بود. ببین من ترم 8 که تصمیم گرفتم برای کنکور بخونم، هر کاری کردم اون ترم به من اجازه ندادن طرح 5 و نهاییمو با هم یکی کنم، برای همین منم کنکورمو همزمان با طرح نهایی داشتم میخوندم. این اتفاق برای منم افتاد، مجبورم بودم واقعا این کارو کنم، یعنی من اصلا معدلم اونجوری بود که میتونستم استعداد درخشان بگیرم مثلا بدون کنکور برم دانشگاه، ولی حالا شرایطی که بود بهم اجازه ندادن و من ترم 9 هم که اونجا بودم فقط طرح نهایی داشتم، یا 6 واحدی طرح نهایی براشم همزمان با کنکور اونم میبردم جلو و یعنی شد. آره یه سری دانشگاه ما ولی اینجوری بود، یعنی میذاشتش طرح نهایی تو ترم 5 گفته بود یه سری بچه‌ها باشو در تعداد بهم گفته، ولی خب میگم شدن شد متای از اولویت طرح نهایی یه ذره آوردم پایین‌تر دیگه. آره یعنی فعلا یه چیزی تحویل دادم چون میدونستم من قرار نیست بالاخره معماری خیلی شکل اون پایان نامه ای که آدم تو ذهنش نمیدر نمیاد، یه چیزی تحویل دادم که نمرمو بگیرم فعلا فارغ التحصیل بشم از اونجا، چون میدونستم راه هم دارم معماری جدا میشه. خب بابت کنکور هنرهای ساخت ببین تفاوت اصلیش با معماری کلا هدف داستانه. یعنی یه سری بچه‌ها تو کارشناسی حالا هر دانشگاهی معماری رو خوندن، یه سری واقعا حس میکنن اونجوری که باید یاد نگرفتن کلا به خاطر مبحث اصلا سیستم آموزشی مشکل خود معماری رو. خب یعنی به یه نفر بگی شما معماری خوندی الان معمار حساب میشی میتونی طراحی کنی، خیلی واقعا نمیتونن، یعنی ما خیلی ها رو میشناسم که این توانایی رو ندارن، لیسانس هم گرفتن ولی نمیتونن این کار بکنن، برای همین خیلی حس میکنن باید برن یه ارشدی بخونن یه جای دانشگاه بهتر که بتونن حالا شاید اون طراحیه رو یه جوری به یه معنی دیگه واقعا بهشون یاد بدن. چون بحث هنری هم هست، معیار و ملاک خاصی نداره که بگیم آقا شما مثلا این ریاضی اینو بلدی دیگه معمار شدی یا طراح شدی، سلیقه این. حالا در مورد هنرهای ساختم اینه، یعنی اون کسایی که حالا معماری رو خوندن تموم کردن به هر دلیلی دنباله میگن یه ذره فاصله بگیرن، حالا یا میخوان وارد بحث انرژی بشن یا وارد بحث تکنولوژی بشن یا وارد بحث مدیریت پروژه. همین ستاسیه زیرشا گرایش های هنرهای ساخت اینا داره. خب یه دونه مدیریت ساخته هاست، یه دونه فکر کنم استحکام بخشی بناهای تاریخی باید باشه. استحکام بخشی زیر مجموعه مرمت میشه، نه نه زیر مجموعه مرمت نیست، زیر مجموعه تکنولوژیه معماری و فناوری که قبول شی، یکیش میشه تکنولوژی، یه دونه میشه بایونیک، یه دونهش میشه استحکام بخشی بناهای تاریخی. مدیریت پروژه زیر شاخه درونی نداره، مدیریت ساخته ها هم نداره، انرژی هم نداره. آره جدا اینا پس در واقع 4 تا در اصل چیز کلیه، 4 تا چیز کلیه که یکیشون سه بخش میشه. آره بعد اینکه توی حال خود این کنکور هنرهای ساخت وقتی میخوای شروع کنی به خوندن و اینا، اولا اصلا چه درسایی رو باید بلد باشی و بخونی، بعد اینکه مثلا الان تو میگی مدیریت پروژه همونایی رو باید بخونن که بچه های انرژی میخونن یا نه اینا فرق داره مطالبشون؟ آره. اول من نظرم از این که چه مطالبی چه سوالاتی از بچه ها پرسیده میشه شروع کنیم، من نظرم اول از همه درسایی که اسمش هست مثلا مدیریت کارگاهی، سیستم های ساختمانی، عناصر جزئیات یا مثلا تنظیم شرایط محیطی، خب همشو اسمشو تو دوران کارشناسی حداقل یه بار شنیدیم، یه درس دو واحدی براش داشتیم، ولی اون مطالبی که تو دوران کارشناسی گفته شده هیچ کدوم اونایی نیست که تو کنکور قرار بیاد. یعنی سطح اونی که تو کنکور میاد انقدر بالاه و
و تو معماری اصلا بهش نمیپردازن که شما عملا داری میری یه رشته جدید. خب در مورد درس ها ببین، برعکس کنکور عمران، کنکور عمران من که دوستان پرسیدم اینجوری که شما همه درس ها رو باید جواب بدی، طبق نتیجه که میگیری میتونی گرایش انتخاب کنی، ولی کنکور هنرهای ساخت اینجوری نیست. شما اگه بخوای مدیریت پروژه بدی، 7 تا درسه، اولش بگم 7 تا درسه، زبان و زبان تخصصی. الان زبان تخصصی یکی حساب میکنی یا دوتا؟ نه یه درسه، 7 تا. آره یه درسه، پس 7 تا مجموعه کلی داره. بذاریم زبان تخصصی. آره 7 تا مجموعه درسه، زبان تخصصی اسمشو گذاشتن تخصصی دیگه، حالا لغاتش عمومیه. آره اینا رو آره تو چیزام گفته بود، شبیه همون کنکور معماریه. آره فکر کنم سوالاش خیلی وقتی یکی در میاد، یکی در یه موقع هایی مثلا تو ریدینگاش آره، مثلا آره. میان یه ریدینگ مرتبط با گرایشی که میخوان و اینا میشه. آره ساخت و ساز. اول زبان تخصصیه، بعد میشه سیستم های ساختمانی، بعد میشه مدیریت کارگاهی، بعد میشه مصالح ساختمانی، بعد میشه عناصر جزئیات، بعد میشه اسکرین‌شاتش گرفتم. آره چیز دیگه در واقع اون فن ساختمانی که ما تو معماری داریم برای شما توی هنرهای ساخت باز میشه، انگار درست میگم، هر کدومش هر زیر شاخه میشه یک درس، یه درس جداگونه، مصالح یا درس. آره. سیستم مثلا خود سیستم های ساختمانی تو دانشگاه خب عناصر جزئیات نمیگن به ما، فقط آره. سیستم های ساختمانی عناصر جزئیات تو ساختمان 1 و 2 اینا میگن. خب اونم که اونم دانشگاه به دانشگاه فرق داره. آره. یه جاهایی مثلا ما نگفتن بهمون، ولی آره. مثلا به شما گفتن. ببین بذار اول یه چیزی رو تصحیح کنم، گرایش های فناوری که گفتیم بایونیک، استحکام بخشی و دیجیتال که تکنولوژی میگن. آره. میگن دیجیتال، حالا هم اسمش فرق میکنه دیگه از وقت. در مورد درس ها ببینید، زبان تخصصی ایستایی و فن که یه بخشی سوال های محاسباتی ایستایی عدد و نمیدونم دو بودی، آره خرپا و اینا، یه بخشی هم در مورد خود سوال های سیستم های ساختمانیه. جلوتر یه درس داریم به اسم سیستم های ساختمانی تو کنکور. آره ببین مثلا یه دفعه یه عکس میده میگه این عکس سیستم ساختمانی چیه، مثلا اینو تو سیستم ساختمانی میده یا تو این فن، تو جفتش میده. خب یعنی از ایستایی و فن 30 تا سواله، مثلا 7 8 تا سوال محاسباتی میاد، باقیش سوالای همون از جنس سیستم، آره از جنس سیستم و عناصره، یه کوچولو کلی تره، یه کوچولو مثلا این عضو تحت نمیدونم کشش یا فلان. آره خب میگم، ولی بازم سوالات حفظی داره که یه عکسو میده از کتابای مثلا مختلف، میگه یه عکس سیستم ساختمانش چی. بعد مدیریت کارگاهی، مواد و مصالح، سیستم های ساختمانی، طراحی فنی و اجزا که حالا بهش میگن عناصر جزئیات. آره و تنظیم شرایط محیطی. بسته به اینکه شما کدوم گرایش بخوای بری، باید یه سری از اینا رو جواب بدی و تایم کنکور هم یه جوری برنامه‌ریزی کردن که بیشتر نتونی جواب بدی. یعنی سر جلسه کنکور نزدیک مثلا فکر کنم 200 و یادم نمیاد دقیق، فکر کنم 270 تا سواله یا 240 تا سواله، به شما 180 دقیقه زمان میدن که فقط بتونی برای یکی از گرایش‌ها اقدام کنی. آره نتونی من بعد آره نتونی همه رو بزنی. بچه‌ای که مثلا میخوان مدیریت پروژه بزنن فقط باید 4 تا درس اولو بزنن، یعنی زبانو ایستایی بر همه مشترکه. خب این دو تا درس اول رو همه باید بزنن بچهای چیز مدیریت کارگاهی و سیستم هم میزنی؟ چون ما به عنوان بچهای مدیریت پروژه مدیریت کارگاهی و مصالح رو میزنیم. آها سیستم خب. آره سیستم رو بچهای دیجیتال ولی سیستم رو میزنن. بچهای دیجیتال سیستم رو میزنن با عناصر جزئیات که به مدیریت و مصالح اصلا کار ندارن. آره خب بچهای انرژی عناصر جزئیات رو میزنن و تنظیم شرایط. آره اینا رو از اگه بخوام بچه ها پیدا کنن از کجا پیدا کنن؟ ببین دفترچه انتخاب رشته و دفترچه ثبت نام کنکورهای سالهای قبل، یعنی من این که خودم دانلود کردم اسکرین شات گرفتم، دفترچه ثبت نام کنکور 1402، دفترچه ثبت نام کنکور 1403 هم اومده. یه چیزی که من شنیدم که تا پارسال فکر کنم ماها نمیتونستیم هم کنکور معماری بریم هم کنکور هنر ساخت. چرا میتونستیم؟ آره من الان خیلی بودن این کار کردن شما چون هنرهای ساخت شناور حساب میشه. آره شناور حساب میشه، شما بخوای جفتشو بدی اول کنکور اصلی تو معماری میزنی، کنکور شناور تو هنرهای ساخت. ولی مثلا من که فقط یه کنکور دادم هنرهای ساخت تو اصلی میزنم. آها چون دومی نمیخوام پر کنم مثلا کلا، ولی امکانش هست که بچه ها دوتا کنکور با هم دیگه شرکت کنن. حالا نمیدونم اگه دوست داری راجع به چیز بگو، منابع بگو که خود چیا خوندی. اولا که تا الان نگفتی رتبه 2. آره من رتبه شد رتبه 2 دو. دوی کل و رتبه 2 منطقه جفتش هم هم یکی شد. 1402. آره هشت 1402. الان داری دانشگاه تهران. دانشگاه تهران مدیریت پروژه ساخت میخونم. آره اگه دوست داشتی راجع به منابع و اینا هم بگو، چیا خوندی، چیکار کردی، چجوری باید دو بشی. ببین اصلا خود واقعا فکر نمی‌کنم دو بشم، خونده بودم فکر سه بشم جدا. مثلا فکر می‌کنم هولوش مثلا 10 12 اینا فکر ببین اینا بگو. ببین بچه‌ها اینو من خیلی تو بچه معماری هم میگم،
وقتی که میخوان شروع کنم به خوندن باید تکلیفشون، خودم گفتی گفتی من اگه دیدم 140 شدم میدونم که سال بعد باید زیر 30 بشم اگه میخوام روزانه. توی هنرهای ساخت یه ذره این چالش ظرفیت هست برای خیلی مهمه واقعا. ببین بچه‌هایی که میخواستن انرژی قبول بشن فکر میکنم، یا تکنولوژی، بین انرژی و تکنولوژی، اگر میخواستن تهران قبول بشن و روزانه قبول بشن 6 تا ظرفیت بیشتر نداشت، باقیش بوعلی همدان بود. خب یعنی مدیریت پروژه حالا هر 36 تاش تهرانه، دانشگاه تهران، بهشتی، هنر، تربیت مدرس، ولی انرژی تکنولوژی پخش میشن چهار شهرهای دیگه هم هست. یعنی یه سریشون میگم بیشتر ظرفیتش شاهرود هم فکر کنم داره دیجیتال تکنولوژی، نمیدونم ظرفیت شاهرود، ولی بوعلی میاد. منظورم اینه که حتما موقعی که میخواین شروع کنید به خوندن حتما ظرفیت های اون سال رو چک کنید قشنگ، با هدف جدی باید هنرهای ساخت خوند. اگر من حالا به بچه خودم میگم اگه همینجوری داری میخونی من ازم معماری بخونی راحت تری. خیلی راحت. آخه ببین واقعا همینجوری خوندن نداره. آره یعنی اینجوریه که یا میشی یا نمیشی. آره. اصلا مگر اینکه هدف گذاری تو بذاری مثلا بر مبنای اینکه مجازی قبول بشم یا پردیس قبول بشم. حالا واسه شبانه هام چون ظرفیتشون کمه. هم سخته. ولی مجازی قبول شدن مثلا راحت تره. الان از بچهای خودمون امسال ما 13 نفر سر کلاسیم که حالا 4 تا روزانه است. یه دو سه تا شبانه، بقیه هم حالا استعداد درخشان و 13 نفر بین الملل. آره 13 نفر. ولی بچهای مجازیمون فکر کنم هولوش 20 25 نفر مجازی گرفته خود دانشگاه تهران، پردیس نداشت، ولی مثلا بهشتی پردیس هم داره. یعنی بسته به اینکه بچه‌ها چی کار میخوان بکنن، اگر براشون مهم نیست روزانه قبول شدن، چون خیلی الان هستن دیگه سر این داستان مهاجرت. آخه چرا فرقشه مثلا رتبت چند میتونه بشه بری پردیس دانشگاه تهران بخونی؟ میدونی مثلا بچه‌های پردیسشون چندن؟ ما دانشگاه تهران پردیس نداره، فقط بهشتی داره. خب ولی مثلا مجازیامون فکر میکنم هولوش رتبه فکر کنم 60 70 اینا هم بتونن مجازی بشن. شبانه‌هاتون که فرق نداره، شبانه هامون یعنی همون ترتیبو میان، همون ترتیبو اندازه 6 شدن نرم. ما رتبه 5 مون الان شبانه است، در صورتی که خود دانشگاه تهران تو ظرفیت ها. حالا یه مورد دیگه هم که بچه ها به ظرفیت های سازمان سنجش هم خیلی اعتنایی نکنن، خود دانشگاه ممکنه عوض بشه. آره یعنی دانشگاه تهران گفته بود من 6 تا روزانه میگیرم 4 تا شبانه، گفتید دنبالش رتبه 6. آره دقیقا، خیلی میگن آقا 6 شدم قبول میشم، در صورتی که ما امسال رتبه 5 مون شبانه شد. یعنی دانشگاه تهران چپش کرد، 6 تا شبانه گرفت 4 تا روزانه که بتونه، خب بالاخره پول دیگه دانشجویی که شبانه شده داره پول میده. و یه مورد دیگه هم بچه‌هایی که خب شبانه خیلی هدف گذاریشون اصلا بر مبنای شبانه و پردیسه، سر اینکه وقتی که هزینه رو شهریه رو پرداخت میکنن مدرک خود به خود آزاد میشه دیگه، به دولت تعهدی ندارن. آره دقیقاً، ما الان یه سختی داریم بابت اینکه مدرک اونو آزاد کنیم، ولی خب اونها همچین موضوعی رو ندارن. بعد خب بریم در مورد منابع. منابع آره چیا خوندین؟ ببین در مورد منابع، من روزی که شروع کردم به خوندن هم بعد از اون داستان 140 شدنه، هدفم بود که خودم بخونم. یعنی میگفتم آقا من میتونم دیگه خودم بخونم. هدفم همینجوری ادامه دادم تا اواسط تابستون. چند ماه یعنی خونده بودی؟ تقریبا دو ماهی. آره ولی اوایل خوندنم اینجوری نبود که خیلی بکوب مثلا بشینم پای درس خوندن، در حد ورق زدن کتابا بود که با یه سری موضوعا آشنا بشم. مثلا یه کتاب درک رفتار سازا خریده بودم، یه کتاب مسائل ساختمانی داشتم اونا رو می‌خوندم، ورق می‌زدم در اصل. ببین درک رفتار سازا یه گلابچی دیگه. آره آره اونا رو مثلا ما تو معماری هم باید بخونیم در کل. آره ببین یه سری منابع هست مثلا برای کنکور معماری و مثلا سیستم ساختمانی، سیستم ساختمانی و ایستا و اینا، 90% هم منابع دکتر گلابچیه که کنکور روش طراحی میشه، حالا با درست و غلط و خوب و بعدش کار نداره، کنکور روی اونا طراحی میشه، بچه‌ها هم باید بخونن دیگه. هدف گذاریم این بود که کلا خودم شروع کنم به خوندن. یه سری منابع گرفته بودم، یه هزینه زیادی هم کردم بابت خریدن کتابا. بعد با یه چیزی گرفته بودی؟ ببین مثلا برای مدیریت پروژه کتاب کتی شوالبا گرفته بودم، مدیریت پروژه در پروژه های فناوری اطلاعات که به عنوان یک بیس های کنکوره. مبانی مدیریت پروژه گرفته بودم، سیستم های اجرای پروژه، نمیدونم ساختمان ها چگونه عمل میکنن، درک رفتار سازه ها، سازه و سازه در معماری فکر میکنم اگه شما آره سبز کوچولوه. آره حسی اسکلتی روشه فکر کنم. آره همه شما خیلی جلدشون شبیه همه. بعد کتاب سیستم های ساختمانی گلابچی رو گرفته بودم، یه سری کتاب گرفته بودم از خیلی قبلتر مونده بود، مثلا بابت مسائل ساختمانی کتاب سام فروتنی بود فکر کنم. آره ترم یک مساله داشتیم مجبورم کرد بخریم، اونا مونده بود. آره اینا رو داشتم، گفتم خب اینا رو میخونم میشه دیگه. هیچ واقعا همون اوایل هیچ تصوری از اتفاقی که قرار بود بیفته نداشتم. آره میگفتم خب همیناست دیگه، چیزی نداره. بعد اواسط مرداد ماه 1401 بود، بعد جالبه همون مرداد ماهی که دارم ازش صحبت میکنم، ما هنوز فکر میکنیم کنکور قرار اردیبهشت سال بعد باشه.
درست. گفتیم 9 ماه مثلا 8 ماه وقته که بعدن تازه شهریور گفتن کنکور قرار اسفند برگزار شه، همه چی به هم ریخت، همه برنامه‌ریزی. اون موقع مرداد ما با یکی استادا مشورت کردم، حالا اسم بیاریم اسم نمیدونم، نه بیار نمیدونم. نه من استادم بوده خیلی هم لطف داشته به من، استاد پناهی بابت درس سیستم های ساختمانی، حالا فن و ایستایی و اینا، دروس فنی، خیلی هم واقعا به اون محبت داشت. اسمش هم بیاریم چون پارسال رتبه 1 اسپانسر ما نیستن ولی دیگه آره. نه آخه ببین آخه ارزش داره واقعا، رتبه 1 مدیریت، رتبه 1 تکنولوژی، رتبه 1 انرژی کلاس استاد پناهی بود. با استاد پناهی اینو پایین میکنم با استاد پناهی مشورت کردم، گفتش که خب مثلا یه چند تا جلسه سر کلاس بیا، اگر خودت خواستی خودت بخون. جلسات اولشون معمولا رایگان، همه استاد این کار میکنن، رایگان برگزار میکنن که بچه‌ها با کلاس آشنا بشن. که من چند جلسه اول رفتم، تازه فهمیدم آقا من هیچی نمیدونم از موضوع. اصلا چقدر این داستان کنکور هنرهای ساخت و مدیریت و اینا گسترده است. مثلا شما برای درس دروس فنی، همین درسی که استاد پناهی میگفت، نزدیک 30-40 تا کتاب گلابچی داره. آره. از کتابای اصلی بگیر چی سیستمای نوین و تا دیگه کوچیکترین کتابا مورفوژنسیس و نمیدونم کتابای آرکیتایپی. آره دقیقاً همین مدلی. برای همین تازه فهمیدم دارم وارد چی میشم. که اونجا بود یه برنامه‌ریزی کردم بابتش. من از قبل می‌دونستم که قراره، یعنی به این نتیجه رسیده بودم که بابت مدیریت پروژه باید کلاس حالا استاد آرامو برم، که خب معمولا تو 7 8 سال گذشته نفرات برتر کلاس ایشونو می‌رفتن. هم 1401 هم 1400 چه چیزی درس میدن؟ مدیریت کارگاهی. خوشم مدیریت پروژه خوندم، مدیریت کارگاهی درس میدادن. می‌دونستم که بالاخره باید این کلاس رو شرکت کنم. بعد کلاس استاد پناهی هم اضافه شد، برنامه‌ریزی برای من شد که زبان خودم بخونم، مسائل ساختمانی رو خودم بخونم، ولی این دو تا رو کلاس برم. چون دیده بودم حجم کتاباش، اگه میخواستم اون کتابا رو برم بخرم هر کدومش رو یه بار بخونم گرونتر، اولا از کلاس آره دقیقاً گرونتر در میومد، همین که کلا شاید وقت میکردم هر کدومش رو یه دور بخونم، کل همه کتابا رو شاید وقت میکردم هر کدومش رو یه دور بخونم. برای همین منطقیش این بود، یعنی دو تا چهار تا هم به این نتیجه رسید که خب کلاس برم بهتره. یه استادی اومده یه جزوه‌ای داده، همه اون 40 تا کتاب توش هست، شما مطالب مهمشو میخونی، مطالبی که احتمال طرح سوال داره، نمیری یه عالمه کتابی بخونی که شاید نیاد. درست. در مورد منابعش میگم، منابعی که حالا بابت فن و ایستایی بود و جزوه های اساتید ازش تهیه شده بود، منابع خود استاد آقای دکتر گلابچیه. از بیسترینش هم درک رفتار و کتابی که خودشون نوشتن و کتابی که ترجمه کردن، سیستم های ساختمانی و درک رفتار سازه اینا بگیر، تا کتابای نهاییشون میگم مثلا مورفوجنسیس و آرکیتایپ و اینا. بابت مدیریت کارگاهی دوباره خود دکتر گلابچی یه سری منابع دارن که یه سری دوباره ترجمه شده است، یه سری هم که با کمک حالا دانشجوی دکتر دانشگاه تهران نوشتن، مثلا این مبانی مدیریت پروژه که مال خودشونه. که معمولا حالا بچه‌ها اگه بخوان در مورد مدیریت پروژه، من در جریانش هستم، واسه بقیه هم معمولا یکسان یه سرچ بزنن خیلی راحت پیدا میشه. منابع ایستایی و فن ساختمان، سیستم های ساختمانی و عناصر جزئیاتم که با هم یکیه. درست. اصلا هیچ منبعی نیست که خارج اینا رو جدا جدا کنه. آره دقیقاً، یه دایره کتابای دکتر گلابچیه، سیستم های ساختمانی، عناصر جزئیات، ایستایی و فن همشون توه. یعنی کتابای اون رو باید استفاده کنی. فقط در مورد تنظیم شرایط نمیتونم واقعا کمکی بکنم، چون خیلی متفاوت بوده با چیزی که من رفتم سمتش. آره. و هیچ منبعی واقعا به نظر نمیشه بگم. هدف گذاری رو چند بود که مثلا هر درس رو چجوری بزنی، چیکار کنی؟ چون مثلا من به بچه معماری گفته بودم توی حالا ویدیو چیز راجع به کنکور معماری ساخته بودم، آقا اگه شما همه درس رو 5 بزنی رتبه میشه زیر 5. خب برای شما چجوریه؟ تو خودت چند زدی درس مختلف؟ من زبانمو 78% زدم، سیستم ساختم فن و ایستاییمو 76% زدم، مدیریت کارگاهی 68%، مساله هم 48%. 48. آره، هدف گذاری اینجوری میانگینت میشده 70 65، 60 خورده 67 8 همچین عددی، چون مدیریت ضریبش بالا بود، ضریب 4 داره. هدف گذاری این بود که همه درس‌ها بالا 70 بزنم. گفتم خب همه رو بالا 70 بزنم یک. آره تک رقمی میارم. ولی رفتیم سر جلسه کنکور، مثلا سوالای مساله خیلی سخت شده بود یه دفعه. من میبینی من 48 زدم، بالاترین درصد کنکور من بودم با 48. من حتی برای مساله 3 تا منبع خونده بودم. سوالای تو کنکور اومده بود که من تا به حال اصلا صورت سوالو ندیده بودم، هیچ جایی نبود، کف بازار بعد این سوال یعنی قشنگ رفته بودن از بناها سوال پرسیده بودن، اومدن تو کنکور گشتنش به عنوان تست. نه به بناها که بیاترن، ما بناییم خدا، اتفاقا داره از حرفه سطح بالاشون، یعنی تو سه تا کتاب تخصصی مثلا نبوده. آره خلاصه این از سیستم و فن و عناصر که کتابای دکتر گلابچیه، مدیریت هم کتابای دکتر گلابچی، چند تا دیگه هم هست. زبان به من سطح زبانم
بد نبود، متوسط بود. تا حالا که زبان نرفتم. نه من تا حالا پامو که زبان نذاشتم. اینقدر فیلم دیدم تا حالا فکر کنم لیست فیلمام رسیده به 684 تا فیلم. فهمیدم تایم خالی چی گفتی. آره اونم مال همون دوران کنکور چیزه ها، دوران کنکور کارشناسی فیلمام زیاد شده بود. سطح زبانم بد نبود، ولی سه تا کتاب به معرفی کردن، یعنی اصلا یک کتاب که حالا سه تا سه جلدیه، کتابای زبان زیر ذره بین که جلد اولش لغاته، جلد دومش گرامره، جلد سومش هم تست لغاته. و یه کتابم به عنوان زبان تخصصی گرفتم که حالا توش درک مطلب بود و اونا رو کار می‌کرد. چی بود اون؟ اصل کنکاشو گرفتم. نه برای دکتر رستمی، بابا که رستمی. آره که به سختی هم پیدا شد. خب کتاب اصل کنکاش هم بود اتفاقا. آقای اسفهانی نوشته فکر کنم. آره بهم اون بنده خدا که میفروخ بهم گفت اینم هست، گفتم حالا اونو بهم گفتن دیگه، خلاص اونو گرفتم. زبان زیر ذره بین ولی واقعا مفید بود. آره زبان زیر ذره بین اونم اتفاقا من معرفی کردم. ذره بین خوبیش اینه که اصلا تو کنکور نداشته باشی به دردت میخوره. دقیقاً برای آیلتس به دردت میخوره، برای آزمونا به دردت میخوره، برای همه جا به دردت میخوره. آره. بعد چند خیلی خوبیا داره حقیقتاً. یه موردش اینه که حالا عزیزانی که مال هم به عنوان ناشر زبان زیر ذره بینن تو تلگرامی کانال دارن، باز رسیدیم آره. به تمام تلگرام. آره کانالشون بچه‌های کنکوری اونو میشناسن. آره همون. خب یعنی برنامه میده بهت هر هفته چیا رو بخون. خب رایگان داره بهت برنامه میده. برنامه‌ای که رایگان میدادن، خب مثلا ما کلاس مدیریت کارگاهی یا فن ایستایی میرفتیم، خب هزینه کردیم بابت کلاس داشتن بهمون برنامه میدادن. ولی برای کتابای زبان زیر ذره بین ما صرفا کتابا رو خریده بودیم که شاید حتی درصد خیلی کمی تو جیب ناشر. یا مورد بعدیش مثلا سیستم خود کتابا بود، یعنی کتاب اول که گرامره یه سیستمی حالا هست به عنوان تیک 8، یه خودشون یه ریویوی روش کردن، مکانیزمیه که آره یه مکانیزمی که شما مطمئن بشن تو یاد گرفتی این موضوع رو و واقعا خیلی کمک کرد. من پالتن درصد هم زبان بود دیگه، یعنی 78% فکر می‌کردم نزدیک 82% بزنم. البته یکی دو تا کنکور سال ما تا 1402 کنکور سال ما فکر کنم زبانش یه ذره آسون هم زبانش آسون شد. آره یعنی مثل مساله نیستش که با 40 درصد اول شده. آره نه بالاتر از منم فکر کنم بود. آره زبان نبود تو مدیریت من بالاترین زبان رو داشتم. یعنی بین رتبه ها که اومد مثلا رتبه یکمون مدیریت کارگاهیشو از همه بالاتر زده بود، ولی من که رتبه دو بودم زبانمو و مساله هم از همه بالاتر زده بودم. بعد زبانم با زبان زیر ذره بین رفتم جلو و کتاب دکتر رستمی که جوابم گرفتم حقیقتا، ولی خب نیاز به وقت گذاشتن. آره اینم هست، این که میگه من جواب گرفتم، میتونم این نفر رو مثلا کلاس شما که میرید چند نفر بودن که تو جواب گرفتی؟ خب مثلا آره. توی همون کلاس نه واقعا با وقت بذارید. ببین اگه نمیخواید وقت بذارید نیایید، جدا دارم میگم. آره برای ظرفیت ها، برای هنرهای ساخت مخصوصا، یعنی واقعا ببین یکی بحث ظرفیت هاست که خیلی کمه به نسبت بقیه رشته ها. حجم مطالب، یکی حجم مطالب، روی کرداشون هم ممکنه دفعه فرق کنه. پارسال از مطالب کتابای قدیمی دادن، امسال ممکنه دفعه طرح ها از مطالب جدید. بنابراین واقعا عزم جدی میخواد. من 8 ماه فرایند خوندنم بود، میگم از اوایل که رتبه 140 اومد شروع کردم نمه نمه خوندن، اینم جزو 8 ماه 8 9 ماه حساب میکنم. واقعا 3 ماه آخر دیگه روزی 10 ساعت 12 ساعت درس میخوندم. ببین مثلا من میگم کتابای زبان زیر ذره بین یا استاد فلانی یا جزوه فلانی، خب اینا تایید کردنش کاری نداره. حالا این بیسش که حالا تازه بعد بشینی بخونی. حالا بگذریم از خود کنکور وارد دانشگاه کش میشی. حالا مثلا تو خود مدیریت پروژه چیا کار میکنی؟ الان خوبیش اینه که حالا تو حداقل یه ترم گذروندی. این اگه همون اول کنکور میومدی احتمالا داده زیادی از خود درس چیا دارین کار میکنن؟ چیا مثلا درساتون عنوانشون؟ ببین مدیریت پروژه کلا یه مقدار اولا بچه‌ها در جریانش باشن دیگه، از طراحی معماری فاصله میگیره. یعنی اگه بخوای ارتباطش بدی، یعنی مثلا بگری تو کارشناسی بگی به این مرتبطه، چیزی داره مثلا؟ ببین مرتبطش دقیقاً میتونه همون درس مثلا اگر بچه ها داشته باشن مدیریت کارگاهی که خب همه پاس کردن. آه. یا مثلا نمیدونم شرط عموم پیمان تو کارشناسی گفته شده به بچه ها یا نه درسی داشتین یا نه، توی که درس ها بهمون گفتن تو کنم تو همون مدیریت کارگاهی میگفتن. شاید آره شاید همونجا بود. بخوام بیشتر ربطش بدم برمیگرده به بحث فنی، یعنی ساختمان 1 و 2 متر دیگه، همون مدیریت کارگاهی، دروسی که ارتباط مستقیم با کارگاه ساختمانی داره. خب یعنی پروژه یه فاز 0 مطالعات داره، یه فاز 1 و 2 طراحی داره، یه فاز 3 ساخت داره، یه فاز 4 بهره برداری داره. مدیریت پروژه توی فاز 3 کار میکنه. مدیریت ساخته ها بود تو گرایش های کنکور هنرهای ساخت گفتم، اون این بهره برداری است. مدیریت چیزایی که تا حالا ساخته شده، مثلا فکر کن یه هتل
شما میری اون درس رو میخونی که بتونی اون هتل رو مدیریت کنی. مدیریت نه معنی هتل داری کردن، مدیریت فنی ساختمونش، نگهداری ساختمان از نظر تأسیساتی، از نظر سازه‌ای، چک کردنش، تعمیرات دوره‌ای، این چیزا توی مدیریت ساخته ها جا میگیره. فکر کنم خیلی ظرفیتش کمه. خیلی کمه، یعنی فکر کنم یه سری سال اصلا نگرفته. جدیدی هم اصلا دیگه به نسبت مثلا ببین بوده مدیریت ساخته ها خیلی باهاش آشنا نبودن. یه رشته بود چند وقت پیشم میگفتن تو کنکور کارشناسی مکاترونیک بود. آره، اضافه شده بود. هیچ نشنیده بود. آره، اینا انتخاب رشته اینا رو معمولا چیز بولد میکنن. آره، اینو بزنید میارید دانشگاه تهران میاد. اینا همون جوریه مدیریت ساخته، ولی خب ظرفیتش خیلی خیلی کمه و حوزه‌ای هم هست که همه معمولا علاقه ندارن. برم چیزی که ساخته شده رو مدیریت. دیگه چی هم می‌خونی؟ بعد مثلا ببین ما یه چیز گذاشته بودیم، استوری گذاشته بودیم که بچه‌ها بپرسن که مثلا چه سوالایی دارن درباره هنرهای ساخت و اینا. مثلا یه سری پرسیده بودن که ما مثلا بخوایم بی آی ام کار کنیم، تو چه گرایشی از هنرهای ساخت بیایم به دردمون می‌خوره. آره، اینا دقیقاً کاری که من خودم می‌خواستم انجام بدم. یعنی من تو شرکت کار فاز 2 بیم انجام می‌دادم، اصلا رفتم سمت مدیریت پروژه که بعداً بتونم مثلا بیم منیجر بشم. حالا در موردی که کدوم گرایششو برن، انرژی که خب اصلا بحثش جداست. انرژی بخشیه که میتونه تو بیمم اعمال بشه و میتونه نشه. ولی کلا کسی که هدف گذارش اینه که بره سمت علم بیم، یه مدیریت پروژه جلو پاشه، یه دونم معمار دیجیتال تکنولوژی. آره، تکنولوژی حالا شاخه دیجیتالش. فرقشون چیه با هم دیگه؟ ببین دیجیتالش بچه‌های وارد میشن که میخوان بحث مدل سازی بیمو ببرن جلو. حالا مدل سازی تو هر لولی، از پایین ترین لول تا بالاترین لولش. بچه تکنولوژی معمولا با گراساپر هم خیلی کار میکنن. آره دقیقاً. خب یعنی پارامتریک کار میکنن. پارامتریک با گراساپر. یعنی من فکر می‌کنم اونا در واقع توی بحث مهندسی معماری طراح‌تر از شما. دقیقاً. آره. خب بچه‌هایی که میرن سمت تکنولوژی وارد همون بحث طراحی میشن، حالا میبرنش تو حوزه بیم، پارامتریکش میکنن یا هر چیزی. بچه‌هایی که از طرف مدیریت پروژه میخوان وارد بیم بشن میشن مدیران بیم. خب یعنی به عنوان کسایی که فرایندای بیمو انجام میدن، استانداردها رو تدوین میکنن، استانداردها رو میارن تو شرکتشون پیاده سازی میکنن. ببین کلا کسایی که مدیریت پروژه وارد هر بحثی بشن، تو سطح مدیریتی وارد میشن. چه بخوان ساخت و ساز انجام بدن، چه بخوان فقط بیم اعمال بکنن، چه بخوان هر کار دیگه بکنن، تو بحث مدیریتیش مثلا باید. یه مدیره همون بیم منیجر توی یک شرکت چی کار میکنه؟ ببین بیم منیجر وظیفش اینه که بیم خب یه فرآیندی داره، از طراحیش گرفته تا مثلا کوردینیت کردن و مترو برآورد و اعمالش تو کارگاه و اینا. خب همش یه فرآیندی داره. کوردینیتور میاد بخش به بخش اینا رو با هم هماهنگ میکنه، بیم منیجر میاد کل فرآیند رو هماهنگ میکنه. از چه استانداردی استفاده بشه، این LOD باید با چه ویژگی هایی باشه، مثلا ارتباط بین تیم طراحی و کارفرما رو مدیر بیم اعمال میکنه این وسط، و ارتباط بین مثلا تیم طراحی معماری و طراح ساز اینا هم این انجام دوباره مدیر بیم میتونه واردش بشه. باز بسته به شرکت ها این حوزه ها متفاوته ها، ولی کلیاتش این مدلیه. تو سطح مدیریتی یعنی بیم منیجر، شاید بیم کوردینیتور یه روزی بیاد مثلا یه مدل سازی رو اصلاح بکنه، ولی تا جایی که هست یعنی من در جریانشم، بیم منیجر وارد بحث حتی مدل سازی و طراحی هم نمیشه. فرایند کارو تدوین میکنه که چی کار کنید، چه کاری رو برسونید، به چه ددلاینی، برای چه پروژه‌ای، بعد این برسه پروژه کی ببینه. دکتر منصوری میشناسیم؟ دفتر امارات خورشید، شرکت امارات خورشید داره. بعد اومده بودن دانشگاه ما، داشتن راجع به همین فرایند طراحی رو صحبت میکردیم اینا، بعد بهشون گفتیم که شما چی جوری اینا رو هماهنگ میکنید، چون میدونید دیگه خودت تو ایران مخصوصا مثلا مهندس سازه اکثرا بیم بلد نیستن، یعنی مثلا رویت کار نمیکنن. بعد میگفتیم آقا شما چی جوری تو رویت کار میکنید، چی جوری اینا رو مدیریت میکنید. بعد میشه که ما این محسن داریم شرکت ما، اون هم این کار انجام کار رو محسن میکنه. آره فکر کنم رول محسن منیجرشون بوده. آره خودت الان دیگه حال نمی‌کنی واقعا با طراحی، دوست نداری، اذیت نیست؟ من یه لحظه توضیح دادی که چیکارا می‌کنی، ناراحت شدم. ببین خودم راضیم خب و میدونستم داره چه اتفاقی میفته، ولی ببین من طراحی رو دوست دارم، با پلان حقیقتا سر کله زدن خیلی دوست دارم، با فضا کار کردن رو دوست دارم، ولی این طرف از اون بعد هنری ماجرا فراریم. یعنی من خیلی لوکوربوزی توری به داستان نگاه می‌کنم. فانکشنال لوکوربوزی کجا فانکشنال؟ فانکشنال بوده دیگه عزیزم، یه دوره خیلی محدودی باشه، جای بحث جای بحث داره. خب نه یعنی ببین
میگم آقا این دیوار اینجا باشه، عرضه اینقدر بره تو اینجا، این راه رو، این فضا، نظام مهندسی تو. نه نظام مهندسی اصلا قبول ندارم من. خب بریز دور خلق فضا رو من تو پلان میبینم و دوست دارم واقعا کار طراحی این مدلی رو. اگه خواستم ازش کلا چیز بشم که نمیرفتم سمت، یعنی ازش دور بشم نمیرفتم سمتش، میرفتم یه رشته دیگه کلا میخوام. ولی مثلا طراحی داخلی دوست ندارم، یعنی میام هر چی که میرسم سمت هنری داستان خوشم نمیاد دیگه. حالا بذار این وسط اضافه کنم، فکر نکنن طراحی کل هضم میشه ها، خب مدلش فرق میکنه. مثلا ولی مثلا شما درس طراحی و کار نه نه اصلا، یعنی بذار یه کلیت در مورد درس. آره رشته ها درساتون رو بگم جامعه. ببین حالا یه فایلی رو بعدا برات میذارم، حالا لینکشو خاصی بذار. آره لینکشو برای بچه‌ها تو همین چیز میذاریم. آره. بعد به من خبر هر چی که خواستی اطلاعات بذاری رو بده، من میذارم تو کانال تلگراممون. لینک تلگرام، آیدی تلگرام خودت هم میذارم این زیر که بچه ها اگه سوال بشن ازت بپرسن. آره اون فایل رو برات میذارم. یه چارتی که خود دانشگاه تهران تدوین کرده و برای همه دانشگاه های دیگه هم اعمال میشه که دروس مدیریت پروژه داخلش هست، یعنی اصلا تعریف رشته است. آره همه که ارشد و دکترای مدیریت پروژه چیه، کیا باید بیان، چی بهشون میخوایم یاد بدیم، هدفمون چیه، اینا رو تربیت کنیم، یه همچین چیزی. همه دروس اونجا نوشته. ببین کلیت دروس یه سری برنامه، یه سری استانداردهای تدوین شده مدیریت پروژه است که تو سطح بین المللی داره استفاده میشه، مثل پی ام باک و پرینس 2 و سازمانهای خصوصی دولتی همه دنیا تدوین کردن، میان به ما به عنوان اصول مدیریت پروژه میگن. مثلا پی ام باک 10 تا اصل داره تو 10 تا حوزه‌ای که شما به عنوان مدیر پروژه باید کنترلشون کنید، مدیریت زمان، هزینه، ریسک. یعنی اینا یه سری استانداردن. ببین یه استاندارده که یه سری حوزه ها بهت معرفی میکنه به عنوان پیکره دانش مدیریت پروژه. متوجه. پیکره چیه؟ یعنی دانشگاه تهران داره بر اساس کدوم پیش میره یا نه داره همه رو مثلا نه همه رو میگن خب، ولی اصولش همه دانشگاه های ایران معمولا بر اساس پی ام باک میرن جلو. خب پیکره دانش رو بر اساس پی ام باک میگن. مدیریت هزینه، زمان، ریسک، نمیدونم یک بارچگی محدوده، 10 تا شاخص، تدارکات مثلا، ذینفعان، 10 تا شاخص. و هر کدوم از اینا بعضیاشون میشن یه درس جدا توی ارشد. یعنی مثلا مدیریت تدارکات یه درس جداست، مدیریت ریسک بعضی جاهای درس جداست. یه سری درس های مدلی داریم، یه سری درس ها اون اصلا مربوط مدیریت پروژه نیست، مدیریت عمومیه. خب یعنی اصلا یه مدیر باید چه ویژگی آره یه مدیر باید چه ویژگی هایی داشته باشه اصلا از نظر کلی. یه سری درس ها دروس فنیه، مثل همین درس سیستم و ساختمانی که در موردش با هم حرف می‌زدیم. روش های مدیریت پروژه یک داریم که از اون حوزه ها که گفتم 10 تا حوزه است، 5 تاشو اینتر میگن، تو روش های 2 5 تای بعدی رو میگن. یه درس داریم نظریه های مدیریت پروژه که نظریه های مدیریت عمومی رو میگه و یه آخرش هم الان که توشیم آخرای ترم وارد بحث مدیریت پروژه میشه. دوباره یه درس داریم مثلا درس آمار و تحقیق در عملیات داریم که کلا بچه‌هایی که ارشد میخونن معمولا این درس ها رو پاس میکنن، هم آمار و تحقیق در عملیات، هم سمینار و روش تحقیق. سمینار آره، روش تحقیق آره برای پایان نامه نویسی، آمار و تحقیق در عملیات هم برای اینه که شما اون تحقیقی که میخوای تو پایان نامت بکنی رو از روش های آماری و روش های بهینه سازی توش استفاده کنی، حالا ریاضی طور ترش کنی داستان. یا ترم بعد مثلا در مورد قراردادها مثلا درس داری میخونی، شرایط عمومی پیمان، نمیدونم شرایط مختلف، نشریه های مختلف داخلی یا خارجی که تدوین شده، همون چیزایی که احتمالاً یه مقدارش تو مدت کارگاهی خوندیم دیگه. آره مناقصه چیه دقیقاً؟ آره یه سری اوایلشو، خب یه سری کلیاتشو تا حالا فکر کنم همه میدونن، همه بچه‌ای که تو کار ساختمان بودن یه دیتای در موردش دارن، ولی خب خیلی جزئی تر میشه دیگه بر ما. دوباره یه سری دروس میام جزئی، مثلا وارد مدیریت ریسک و هزینه و زمان. مثلا رشته شما به درد کسایی میخوره که دوستان تو پروژه های بزرگ باشن. دقیقاً. یعنی پروژه کوچیک معمولا اصلا پروژه کوچیک مدیریت پروژه براش وجود نداره. خب الان در حال حاضر چون خودم یه ارائه‌ای دارم در مورد پیتری اکسپرس، پیتری اکسپرس یه استاندارده برای پروژه های کوچیک. میگه آقا شما یه پروژه رو میخوای مدیریت کنی خیلی کوچیکه، بیا از یه سری استانداردهای کوچیک‌تر استفاده کن، نه رو سراغ پی ام باکی که مثلا کتابش اینقدر حجم میشه. ولی در کل مدیریت پروژه برای پروژه تعریف میشه که اصلا چیزی برای مدیریت کردن داشته باشه. ببین مثلا ما توی پروژه کوچیک شما میخوای مثلا یه ساختمانی رو بسازی 5 میلیارد تومان هزینه ساختت بشه، این وسط به مدیریت کنی 5 میلیون به صرفه میشه برات، در قبال زمانی که گذاشتی شاید اصلا به چشمت نیاد. ولی پروژه هایی رو برای ما مثال میزنن که مثلا هر 3 ماه تأخیرشون یه دفعه 120 میلیون دلار اختلاف میفته تو پروژه، دعوا میشه سرش، مثلا زمان زیاد میشه، باید هزینه اضافه تر بکنن. چند وقت پیش یه دونه همایش برگزار میشد که یکی از کسایی که توی پروژه های نفت و گاز ایران کار میکنه اومد برامون در این مورد صحبت کرد که میگفت مثلا هزینه کل پروژه چندین میلیارد دلاره. توی این پروژه میصرفه شما مدیریت کنی، یعنی حتی بری 100 نفر مدیر پروژه از دانشگاه های مختلف بیاری، به هر کدومشون حقوق 20 میلیونی بدی، 5 میلیونی بدی، ولی در نهایت مثلا میخوای 5 میلیارد حقوق بدی به این 100 نفر در نهایت، ولی در نهایت مثلا 5 میلیون دلار اونجا
پروژه بیفته جلو. اینجاست که مدیریت پروژه وارد میشه. خیلی برمیگرده به مقیاس پروژه. بذار یه چیزی هم بگیم ببین، یعنی مثلا بچه‌ها با این مدیر، مثلا یه مدیر پیمانی که سر ساختمون وایساده، نه نه اصلا فکر نکن مدیریت پروژه میخونی سفر از کارگاه مثلا. آره خیلی لولش بالاتره. پروژه به پروژه هم باز فرق داره. یه موردی که به نظرم خوبه بگیم به بچه‌ها اینه که خیلی فکر کنن مدیریت پروژه و ساخت خوندن حتما باید بیان مدیر پروژه ساختمانی بشن. خب پروژه های ساخت و سازی، در صورتی که اینجوری نیست. خیلی از کسایی که میان تو مدیریت پروژه، چون رشته شناورم هست، بچهای عمران میان، بچهای صنایع میان، از رشته های دیگه دوباره میان، ولی خب بیشترشون صنایع عمران و معماری ان. ببین مدیریت پروژه کردن هر پروژه‌ای میتونه باشه. اون استادی که گفتم استاد آرام به ما درس مدیریت پروژه درست. مدیریت کارگاهی میداد برای کنکور. خودش الان مدیر پروژه توی یک شرکت آیتیه، فهمم حالا اسنپ بود یا یه شرکت دیگه بود. خب پروژه های اونجا رو، یعنی پروژه آیتیه، برنامه نویسیه که یه مدیر پروژه داره و باید این دیگه برمیگرده به اینکه در واقع تنها چیزی که ازش کم میشه اون بخش فنیه، ساختش هست. اسمش کم میشه، مدیریت پروژه ساخت، ساختش برداشته میشه، همون اصول مدیریت رو یاد میگیری. حالا یه مقدار حوزه خاص متوجه. یعنی بعد آها یه موردی بچه‌ها فکر نکنم اگه قرار باشه مدیر پروژه آیتی بشن باید برنامه نویسی بلد باشن. نه، شما مدیریت عمومی و مدیریت پروژه یاد میگیری. این پروژه هر چیزی میتونه باشه، چون اصولش تو همه جای دنیا ثابته. یعنی اگر یه نفر صنایع خونده و میخواد بیاد مدیر پروژه ساختمونی بشه، ایستای دونستن و مقاومت مساله دونستن و طراحی معماری بلد بودن نیازش نیست. اگر بلد باشه به عنوان مدیر پروژه وقتی میره تو جلسه حرف برای گفتن داره، ولی اگر بلد نباشم چیزی ازش کم نمیشه. میتونه مهم اینه که بتونه تشخیص بده که اون طرف دقیقا. خیلی هم مدیر پروژه این کارو میکنن تو سطح‌های بالایی، مثلا سطح‌های وزارتخونه ها. یه مدیر پروژه معاون داره بر خودش، تو بخش سازه معاونش دخالت میکنه، خودش نیازی نداره دیتای سازه بلد باشه. نه اینا رو صرفا گفتم مثلا بچه‌ها که دارن میان سمت مدیریت پروژه الان بدونن که با چی طرفن. آره موضوعمون همین بود. خب اصلا نه حالا لزوما بدونن با چی طرفن، خیلی به خاطر ویژگی‌های شخصیتیشون میان سمت این موضوع. مثل خود من، خب من نمیتونستم با این غیر قابل اندازه‌گیری بودن معماری و هنر کنار بیام. خب یه کار رو من میکنم، مثلا تو شرکت یه پروژه بود، یه رستوران داشتیم طراحی می‌کردیم توی عراق، یه رستوران سنتی می‌خواستن، سنتی عربی خورم. یه چیزی رو من طراحی کردم، خودم میگفتم آقا این اصلا خیلی خوبه، بعد طرف ما داشتم اخراج می‌شدم سر موضوع. خب این چیه؟ خجالت بکش چه کاری؟ یعنی میگم نمیتونستم این موضوع رو درک کنم که آقا من چه کاری درسته من انجامش بدم. رفتم درسشو خوندم که بگم مثلا من الان متخصصم، لیسانس معماری دارم، ولی کارا رو انجام میدم میگن نه خوب نیست. خب چجوری من با لیسانس معماری دارم ولی مثلا تو رشته مدیریت پروژه یا عمران یا رشته های فیزیکی تر یا ریاضی تر منطقی تر این موضوع نیست. شما میگه من رفتم حساب کتاب سازی یاد گرفتم، استاتیک یاد گرفتم، این حساب کتابم، اینم جوابش. این دیگه این که طرف یاد بگه نه من حال نمیکنم نداره که. خب همینه، هر کسی دیگه حساب کنه جوابش همینه. این برای من اینو میگم اینا همش آره میره تو دل همون تفکر تر. آره برای همین میگم خیلی تفاوتایی با هم دارن اصلا. خیلی بچه‌ها که میان سمت مدیریت پروژه اینجوری نیست که بگن مدیریت پروژه اینا رو به ما میده ما بریم سمتش، خودشونو تو مدیریت پروژه میبینن. یعنی میخوان یه جوری از معماری فاصله بگیرن، وارد یه بودی بشن که قابل اندازه‌گیری. آره ما خیلی داشتیم اما اوایل من خودم گفتی مثلا وارد کارشناسی که شدی خیلی اصلا همون اول خدا فکر کردن خیلی فکرش هم نمیاد. آره اینجا یه فرصت دیگه است که اگه خواستن دوباره برگردن به همون فضای اندازه‌گیری و آره. خودشون رو یه جوری جدا کنن. البته خب خیلی هستن، مثلا من خودم که تو حوزه میخواستم وارد بیم بشم، میگم من طراحی پلان رو دوست دارم، قرارم میدونستم که قرار نیست از فاز طراحی جدا بشم. رفتم یه دفعه از شاخه خودم جدا شدم، مدیریت پروژه رو بخونم، دوباره برگردم تو شاخه خودم، تو هم کار طراحی فاز 2 بیم اینا. مدیریت پروژه صرفا قراره یه سری چیزا و ابزارها به من اضافه کنه. آره ولی خیلی اصلا نه خوبیه مدیریت پروژه. همین چیزی گفتی معماری ممکنه تکراری باشه که حالا منم اینجوری فکر می‌کردم، الان یه ذره فرق میکنه برام. اینه دیگه، وقتی تو میری تو هنرهای ساخت احتمالاً مطالبی می‌بینی که خیلی فاصله داره با اون چیزایی که قبلا یاد گرفتم، میتونه یه ابزاری باشه برات برای بعداً آینده کنی. یه اتفاق دیگه که آدم میگم مثلا معمولاً کسایی که سابقه کاری بیشتری دارن خیلی تاکید دارن که زود نری درشت خونه، زود درشت نخونید، وایسید مثلا ببینید که آره ببینید که یه ذره تشخیصتون بیشتر بشه روی این مسائل که میخواید دقیقاً برین سراغش. اگه میخواین یه ابزار جدید به خودتون اضافه کنید اون چی باشه ده. نه درست میگن، منتها بازم بسته به هدف آدماست. یعنی کسی که بخواد تو ایران کار کنه منم پیشنهادم همینه، یعنی شما لیسانستو بگیر چند سال برو کار کن،
ببین با اون دیتایی که علمی که داری میتونی کار کنی، باید چی به خودت اضافه کنی، کدومشو دوست داری، بعد برو مثلا ارشد بخون. تو خارج هم همین اتفاق داره میفته. خب هیچکس متوالی نمیتونه بره ارشد بخونه. من تو ارشد خوندن خب اینجا یه ابزار شده برای رفتن، برای مهاجرت کردن، برای سربازی نرفتن، برای وقت گذروندن خیلی ها. برای همین باز هر کس بسته به هدفش باید این موضوع رو انتخاب کنید. مرسی. دمت گرم. بچه‌ها شما سوالی ندارین از پشت صحنه؟ مرسی که تا آخر ویدیو همراهمون بودین بچه‌ها. امیدوارم که لذت برده باشین. اگه سوالی داشتین تو کامنت‌ها و از لینک تلگرام مسعود میتونید بپرسید. و اگه کانالمون سابسکرایب نکردی حتما این کار رو انجام بدین. دیگه چی داریم؟ همین لینک حامی باشم زیر ویدیو هست، اگه خواستین حمایتی از ما بکنید میتونید در این طریق هم حمایت کنید. دمت گرم. مرسی. دمت شما گرم. خدا.